روانی هایی که بدون هیچ دلیلی جون آدم ها رو میگیرن. گلاسی سلام، امروز میخوام فیلم استرنجرز دو پری ات نایت یا غریبه های دو در شب دعا کن رو ببینیم. قبلا نسخه اولش رو گذاشته بودم، اگه دوست داشتید میتونید از این بالای لینکش رو میذارم تماشا کنید، اگرم نداشتید ربط زیادی به هم ندارن. کلا سبک فیلم اسلشره، معنا و مفهوم خاصی پشتش نیست، در مورد یه سری روانی که میافتن دنبال آدما. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپور و کامل صحنه های خشنش هم باشه. با شروع فیلم زن و شوهری رو میبینیم که با ماشین به منطقه تفریحی میان. توی این منطقه کلی خونه به سبک خونه های تریلری وجود داره و یکی رو اجاره کردن که شب رو بگذرونن. نصف شب یه دفعه صدای میاد و زن خواب بیدار میشه. میاد جلوی پنجره و میبینه که ضبط ماشینشون روشنه، با اینکه مطمئن خاموش کرده بود. با این حال خیلی میترسه و در رو قفل میکنه و دیگه نمیره سراغ ماشین. همین که برمیگرده خوشکش میزنه. زنی رو میبینه که با یه ماسک خیلی عجیب جلوش وایساده و به آرومی به طرفش قدم برمیداره. دوربین میره طرف دیگه خونه و از صدای جیغ و داد زن میفهمه که جونش گرفته میشه. حالا شوهر این زن هم میبینیم که همچنان خواب و چی نفهمیده، سگشون هم روی تخته. این زن روانی با همون ماسک عجیبش میاد و روی تخت دراز میکشه. حالا به جای دیگه میریم و یه خانواده 4 نفره رو میبینیم. پدر و مادر برنامه یه تفریح خانوادگی رو ریختن و خیلی از این قضیه خوشحالن. اما دختر خانواده یعنی کینسی که یه نوجوان خیلی بد اخلاق هستن حوصله نداره. برادرش لوک هم همینطور میگه دوستام تو شهرن میخوام بمونم. اما پدر و مادر انقدر اصرار میکنن که همراه هم دیگه برن. یه بحثی هم بین خواهر برادر شکل میگیره. لوک میگه که همش به خاطر توئه که مجبوریم بریم اینجا. چون انقدر عوضی بازی درآوردی و هی بقیه رو اذیت کردی که مامان بابا مجبور شدن بفرستن یه مدرسه شبانه روزی. سر همینم هم هست که میخوان آخرین تفریح خانوادگیمون رو حتما تو شرکت کنیم و بریم به یه جای دور. مقصدشون هم که نیاز به گفتن نیست. میخوان برن تو همون منطقه تفریحی که اول فیلم دیدیم. وسط راه توی رستوران وای میستن و کینزی رفته دم در که یواشکی سیگار بکشه و مادر میاد کنارش. با هم دیگه دوباره یه بحثی دارن و دختر میگه که همه نوجوانا مثل من یه وقتایی کله خربازی در میارن. چرا منو فرستاد مدرسه شبانه روزی؟ و خلاصه یه بحثی بینشون بالا میگیره. بعدم مسیر رو ادامه میدن و وقتی به مقصد میرسن یکم نگران میشن. به خاطر اینکه هیچ آدم دیگه اینجا نیست. اما مادر میگه چون فصل تعطیلات تموم شده احتمالاً همه برگشتن شهر. برای همینم نگران نباشید. به اتاق مدیریت منطقه میرسن و با اینکه هیچ کسی نیست مادر میره داخل و میبینه که کلیداشون رو میزه چون از قبل هماهنگ کرده بودن. کلیدها رو برمیدارن، به تریلر مورد نظر میرسن و لوازمشون رو میارن داخل. هنوز چند دقیقه است نشستن تو که یه دفعه کسی در میزنه. مادر بازش میکنه و میبینه که یه زن غریبه پشت در وایساده. غریبه میپرسه تامارا خونه است و مادر میگه که اشتباه اومدی، ما همچون کسی رو نداریم. پدرم میاد و وقتی که این زن رو میبینه یکم نگران تر میشه. غریبه هم بدون که حتی یک کلمه دیگه حرف بزنه ازشون فاصله میگیره. یکم دیگه میگذره و پدر و مادر میگن بیاید با هم بازی کنیم. لوک قبول میکنه اما کینزی همچنان نمیخواد دخالتی داشته باشه و رو مبل میشینه. تا اینکه پدر میره کنارش و دوباره میخواد به زور بیارتش تو بازی و کینزی هم بهش برمیخوره و از خونه خارج میشه. پدر میخواد بره دنبالش اما مادر جلوشو میگیره و به پسر خانواده یا همون لوک میگه تو برو باهاش صحبت کن. ما اگه بریم فقط دعوا بالاتر میگیره. لوک هم تمایلی نداره اما مجبور میشه این کارو انجام بده. وقتی میرسه پیش کینزی دختر اصلا حوصله صحبت نداره و لوک گیر میده که منم میدونم ناراحتی و میخواد آرومش کنه. تا اینکه کینزی دیگه خیلی ناراحت میشه و کلا ازش فاصله میگیره و لوک راه میفته دنبالش. میایم داخل تریلر و میبینیم پدر و مادر توی دستشویی دارن با هم صحبت میکنن و پدر میگه کاش خودمون دوتا توی خونه بودیم و بچه‌هامون نبودن تا میتونستیم کلی عشق و حال کنیم. یه دفعه کسی در میزنه. پدر میاره در باز میکنه و دوباره همون زن غریبه رو میبینه. غریبه میپرسه تامارا اینجاست یا نه و دوباره پدر میگه که اشتباه اومدی، هیچ کسی رو نداریم. بازم غریبه بدون هیچ حرفی از اونجا دور میشه. پدر و مادر که میبینن لوک و کینزی هم که جلو در نیستن نگران میشن و راه میفتن که پیداشون کنن. از اون طرف هم میبینیم این دختر و پسر دارن با هم قدم میزنن و متوجه یه تریلری میشن که درش همینطوری بازه. کنجکاو میشن و به اصرار کینزی میرن داخل که ببینن چه خبره. اول از همه یه ویسکی پیدا میکنن و برمیدارن با خودشون که صدایی از اتاقها اونا رو میترسونه. سلا خیلی عجیبه و برای همینم هم به آرومی میرن سمتش و همین که بازش میکنن میبینن یه سگ اونجا گیر کرده و میدوه بیرون و فرار میکنن. خیالشون راحت تر میشه و میرن داخل که یه رفعی کینزی خوشکش میزنن. بوی افتضاحی از اتاق میاد و روی شیشه با کلی رنگ شبیه خون نوشته شده هلو یا همون سلام. نگاهشون به پارچه خونی روی تخت میفته و به آرومی برش میدارن که از ترس فریاد میکشن. جنازه زن و مردی میبینن که اول فیلم دیدیم، اونم به طرز فوق العاده وحشتناک. بدنشون داره میپوسه، دهنشون به شکل غیر قابل باوری باز شده و خلاصه خیلی وضعیت ترسناکه. برای همینم جیغ میکشن و سریع اونجا فرار میکنن. وسط راه هم به پدر و مادرشون میرسن. با استرس و هیجان توضیح میدن چه چیزی دیدن و پدر و مادرم در آخر باورشون میکنن. دیگه میدونید که توی اینجور فیلم ها عموما دو تا آدم احمق هستن.
الانم پدره به لوک میگه پس بیا با هم دیگه بریم ببینیم اونجا چه خبر بوده، و مادر و دخترم با هم برمیگردن که به پلیس سر بزنن. کینزی و مادر به تریلر میرسن و دختر خیلی وحشت زده است، برای همین مادر اونو تو آغوش میگیره که یه دفعه دختر نگاهش به میز میفته، تمام تلفن‌های همراهشون روی میز خورد شده. دو تایی سر میان طرفشون و میبینن که یکی از گوشی‌ها هنوز کار میکنه. مادر برش میداره که به پلیس سر بزنه که کینزی نگاهش به جایی میفته و زبونش بند میاد. بالاخره موفق میشه حرف بزنه و به مادرش بگه فرار کن. مادر برمیگره و پشت سرش اون دختر روانی که اول فیلم دیدیم با همون ماسک عجیب رو میبینه. مادر سعی میکنه وسیله‌ای برای دفاع پیدا کنه، اما دختر روانی نشون میده که تمام چاقوها رو از قبل برداشته. هرچی مادر میپرسه بگو چی میخوای چی کار داری، دختر جوابی نمیده و یهو راه میفته دنبالشون. اونا میرن توی دستشویی و درو قفل میکنن، اما این دختر دست نکشیده و شروع میکنه به شکستن در با چاقویی که دستشه. نگاه مادر و دخترم به نورگیر سقف میفته، ولی خب خیلی باریکه و یه مقدارم ارتفاعش زیاده. در آخر مادر موفق میشه که به زور کینزیو بفرسته بالا، ولی قبل از اینکه خودش بتونه نجات پیدا کنه دختر روانی میاد داخل. هی به کینزی میگه فرار کن، اما کینزی همونجا وایساده و در آخر هم شاهد صحنه فوق العاده وحشتناکیه. دختر میاد داخل و شروع میکنه به ضربه زدن به مادرش با چاقو. انقدر این کارو ادامه میده تا بالاخره مادر میفته رو زمین و دیگه نفسش بند میاد. کینزی هم اونجا فرار میکنه. برمیگردیم پیش لوک و پدرش. به همون تریلری که جنازه زوج داخلش بود برگشتن و پدر باور میکنه که همه چیز واقعیه. اما خب گوشی همراهش نیست که به پلیس زنگ بزنه. تمام تلفن‌های اینجا هم قطع شده. حالا سنگی به شیشه پرت میشه و شیشه رو میشکنه. هر دو پناه گرفتن و پدر به لوک میگه تو فرار کن منم پشتت میام. اما لوک قبل اینکه از درب خارج شه خوشگش میزنه. به پدرش میگه یه آدم جلو در وایساده و ماسک رو صورتشه. پدرم میاد و اونو میبینه. بعدم سری درو قفل میکنه و شروع به گشتن همین تریلر میکنه. موفق میشه که بالای یکی از قفسه ها اسلحه ای پیدا کنه. حالا میاد دم در و تهدید میکنه که اگه نری اونجا همین که بیام بیرون سمتت شلیک میکنم. یکم ترسیدن، ولی وقتی درو باز میکنن دیگه اون مرد روانی اونجا نیست. لوک و پدرش هم به تریلر خودشون برمیگردن. یه لحظه هم کینزیو میبینیم که همچنان داره فرار میکنه و اون دختر روانی دنبالشه. لوک و پدرش هم اومدن داخل تریلر و متوجه میشن که تمام گوشی‌هاشون شکسته. همه چیز به هم ریخته است و نگاهشون به در دستشویی میفته که پر از خونه. وقتی هم میرن داخل جنازه مادر رو میبینن و کلی به هم میریزن. پسر خیلی حالش بده، اما پدر آرومش میکنه و میگه هنوز خواهرت زنده است. باید بریم اون رو نجاتش بدیم. سوار ماشین میشن و دنبال کینزی میگردن که یه دفعه آجری پرت میشه سمت ماشین و شیشه رو میشکنه. پدرم میترسه و با چرخوندن و فرمون باعث میشه که تصادف کنن. این در حالیه که کینزی هم داره فرار میکنه که متوجه میشه همون مرد روانی توی ماشینش نشسته و دنبالش افتاده. موفق میشه یه جای دیگه پناه بگیره که یکی دیگه از روانی ها کنارش میاد و دوباره فرار میکنه. لوک هم میبینه که بعد تصادف به هوش میاد، ولی از چیزی که میبینه خیلی ناراحت میشه. پدر به شدت زخمی شده و یه تیکه چوب بزرگ توی شکمش فرو رفته. برای همینم هم هیچ کمکی دیگه نمیتونه بهش بکنه. وقتی پدر میگه فرار کن همین کارو انجام میده. بعد رفتن پسرم میبینیم که همون مرد روانی میاد و توی ماشین میشینه. بعدم با یه یخشکن به گردن پدر میزنه و جونشو میگیره. برمیگردیم پیش کینزی. بعد فرار از دست روانیا توی یکی دیگه از تریلرها قایم شده و پناه گرفته. یه دفعه صدای یکی از این عروسک‌های جک این د باکس اینه که صدای دلقک میدن و میشنوه و میره طرفش که میبینه همون دختر روانی پشتش وایساده و بهش حمله میکنه. روانی که با چاقو به دست و پای دختر ضربه میزنه. لوک هم صدای جیغ و داد و میشنوه و بالاخره میاد کمک خواهرش. اصلا رو سمت روانی میگیره و کمک میکنه که خواهرش بلند شه، اما هرچی سعی میکنه نمیتونه ماشه رو بچکونه و کار روانی رو تمومش کنه. برای همینم هم دوتایی فقط فرار میکنن. توی یکی دیگه از تریلرها قایم میشن تا زخمای کینزی رو ببندن و همین لحظه است که میبینیم اون مرد روانی با ماشینش یه رفعه گاز میده و میاد توی همین تریلر. دختر و پسرم موفق میشه که از پنجره دوباره فرار کنن. این بار لوک کینزی رو اینجا قایم میکنتش و بهش میگه همینجا بمون، من میرم یه جوری پلیس رو خبر میکنم، بعدم میام دنبالت. اگه نیومدم خودتو نجات بده. بعدم بدون اینکه کینزی اعتراضی بکنه همین کارو انجام میده. خودشو به دفتر مدیریت تریلر پارک میرسونه، به پلیس زنگ میزنه و بالاخره موفق میشه که آدرس و همه اتفاقایی که افتادن رو توضیح بده. اینجاست که همه دستگاه‌های اتاق مدیریت شروع به فعال شدن میکنن و لوک میفهمه که یکی از روانی اومده اینجا. برای همینم میخواد فرار کنه که لب سخت یکی دیگه از اون دخترهای روانی گیرش میندازه. دقت کنید که یه دختر بلوند داشتیم، یه مرد روانی، اینم یه دختر موکوتای روانیه. لوک موفق میشه بهش غلبه کنه و این بار بدون تردید چاقو رو به شکمش فرو میکنه و جونش رو میگیره. اما حالا مرد روانی سر میرسه. روانی که با وحشیگری به لوک حمله میکنه و آخر اون رو میندازتش توی استخر. حالا با هم دیگه تو آب درگیر میشن و در آخر این روانیه که با چاقو به کمر لوک ضربه میزنه. بعدم راه میفته دنبال پیدا کردن کینزی. اما همین که فاصله میگیره میبینیم که کینزی اون پشت قایم شده و میاد کمک برادرش. لوکو گوشه
قایم میکنه و میره تا بتونه یک کمکی پیدا کنه. وسط خیابون چراغ‌های یه ماشین رو میبینه و با التماس موفق میشه نگهش داره. میبینیم کلانتر منطقه است و به خاطر تماسی که لوک گرفته به اینجا اومده. کینزی همه چی رو توضیح میده و کلانتر هم میفهمه جریان خیلی جدیه. اما قبل اینکه بتونه کاری انجام بده میبینیم دختر روانی بلوند از پشت سر میرسه. چاقوی دستشه و بدون هیچ تردیدی رگ گردن این کلانتر رو میزنه. کینزی هم سری فرار میکنه و داخل ماشین پلیس میشینه. اما این روانی میاد دم در و میبینیم که سویچ های ماشین رو از قبل برداشته. برام در رو باز میکنه و میاد سمت کینزی، اما کینزی متوجه اسلحه شاتگان پلیس رو صندلی کناری میشه. اونو برش میداره و بدون هیچ مکسی سمت روانی شلیک میکنه و شکمش رو سوراخ میکنه. بعدم پیاده میشه، ماسک اونو برمیداره و ازش میپرسه چرا این کارهای وحشتناک انجام میدید و دختر میگه چرا نکنیم، دوست داریم. کینزی هم با یه شلیک دیگه جونش رو میگیره. بعدم میشینه تو ماشین پلیس رو روشنش کنه تا فرار کنه که میبینیم مرد روانی از طرف دیگه با ماشینش سر میرسه. ضربه محکمی به ماشین کینزی میزنه که باعث میشه یکم سرگیجه بگیره و دیگه حالش خیلی بده. با این حال موفق میشه از ماشین بره بیرون. میبینه که مرد روانی هنوز تو ماشینش نشسته و نگاهش به بنزینایی میفته که رو زمین ریختن. یه دفعه فریادی میکشه، فندک خودش رو در میاره و میلازدش روی بنزینا. ماشین روانی در حالی که هنوز داخلش آتیش میگیره و وینزی هم موفق میشه که از اونجا فرار کنه. اما بعد مدتی میبینه کار اون مرد روانی هنوز تموم نشده، چون با همون ماشینی که توی آتیش داره میسوزه دنبال کینزی راه میفته. کینزی هم با پای زخمی سعی میکنه بدوه، اما خب سرعتش خیلی کمه. آخرام میفته زمین و روانی هم ماشین پیاده میشه و میاد طرفش. اما قبل اینکه بتونه جونش رو بگیره یه رفعه میفته زمین. کینزی متوجه میشه یه تیکه شیشه به شکم این مرد فرو رفته و صورتش هم کلی سوخته. برای همینم هم دوباره بلند میشه و فرار میکنه. این بار ماشین دیگه یه رو متوقف میکنه که دختری برای کمک پیاده میشه. اما با نگاهی به پشت سر کینزی میشینه تو ماشین و میخواد در بره. کینزی میبینه اون روانی دوباره از جاش بلند شده و با تبر پشت سرشه. برای همینم هم سری میپره پشت ماشین و به راننده میگه گاز بده و در رو. اما این روانی نمیخواد دست بکشه و اونم میپره پشت ماشین. این بار کینزی که موفق میشه با استفاده از چوب بیسبالی که کنارشه ضربه‌ای به این روانی بزنه و بنزدش پایین تا جونشو کاملا بگیره. سکانس بعدی میبینیم که کینزی و برادرش توی بیمارستانن. حال برادر داره بهتر میشه و کینزی از کابوسی از خواب میپره. میره یه لیوان آب بخوره که صدای همون اسباب بازی جک این د باکس رو میشنوه. خیلی ترسیده و نمیدونه توی واقعیت یا توهم. یه رفعه کسی در میزنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. میدونستی که این روانی‌ها قربانیاشون رو از کسایی که این ویدیو رو لایک نمی‌کنن پیدا می‌کنن؟ پس لطفاً لایکش کن. مرسی. یه توضیح کوچولو بدم در مورد پست قبلی. متاسفانه به خاطر محدودیت یوتیوب کامنت‌هاش بسته شد. اونم صرفاً به خاطر محتوای فوق‌العاده خشنش بود. چند نفر کامنت گذاشته بودن خواستم یه توضیح کلی داده باشم. فیلم استرنجرز 2 خب مثل یکیش اینطوری نیست بخوام زیاد در موردش صحبت بکنیم. صرفاً یه مش روانیو داریم که هر کاری دلشون می‌خواد انجام میدن. مثل فیلم‌هایی که قبلاً هم گذاشته بودم، فانی گیمز یا همون نسخه اول استرنجرز. فیلم یه جور محتوای نهیلیستی داره، یعنی یه سری آدم روانی هستند که به پوچی رسیدن و وقتی ازشون میپرسی چرا دارید این کار رو انجام میدید میگن چون میتونیم. بخوام ساده تر بگم یعنی هیچ فیلتر یا دیوار اخلاقی براشون نمونده. فکر میکنن که تمام دنیا توی همین لذت زودگذری که داره به خاطر این روانی بودن بهشون دست میده خلاصه میشه. اما مزیت این نسخه با قبلیش پایان بندیش بود که یه مقدار حس بهتری بهمون میداد. با اینکه همشون رو نتونستن از بین ببرن، هنوز یکیشون مونده و شاید حالا چند نفر دیگه هم اضافه شن، اما حداقل چند نفرشون از بین رفتن. بخاطر اینکه تو نسخه اول یادتون باشه فوق العاده پایان بندی وحشتناک و دردناک بودش. دیگه زیاد نمیتونم در مورد فیلم صحبت کنم، گفتم محتوای خاصی پشتش نیست. اما اگه دوست دارید اینجور سبکای اسلشر حتما کامنت بذارید تا بازم براتون قرار بدم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلسی.